انتقادهای گالبرت درباره کابینه تازه رئیس جمهور کرزای که نصف اعضای آن افراد تازه هستند همزمان با گفته های وی درباره ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان صورت می گیرند. گالبرت می گوید که ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان از دو دهه اخیر به این سو در حال فروپاشی است و ثبات ندارد. گالبرت به علت گفتگوهایش با کایایده درباره واکنش به تقلب های انتخابات 29 اسد از وظیفه اش برکنار شد. حامد کرزی در 8 سال اخیر در قدرت بود و رهبری یک دولت فاسد و ناکارا را داشت. حامد کرزی همین اکنون در نتیجه تقلب‌ها در انتخابات در قدرت است. پس از این رو چطور میتوان برای تغییر اوضاع در افغانستان باور داشت؟ کابینه تازه در حال اعلام می شود که گفته می شود فشارهای جامعه جهانی برای به میان آوردن یک اداره که مانند 7 سال گذشته جنگ سالاران و قدرت‌های قوی محلی در آن شامل نباشد وجود دارند و همواره برآوردن اصلاحات تاکید می شود. نشریه بریتانیایی گاردین نوشته است با آنکه در کابینه رئیس جمهور کرزی شماری از تکنوکرات ها شامل هستند، چیزی را که جامعه جهانی خوان آن بوده است، اما تغییر عمده در کابینه تنها برکناری دو وزیر است که متهم به فساد بودند و در کابینه اعضای مخالفان سیاسی آقای کرزی نیز دیده نمی شوند. اگر من به جای رئیس جمهور اوباما و نخست وزیر براون با 100 هزار سرباز در افغانستان می بودم و کارهایی را که می توانستم به خاطر تغییر در افغانستان انجام می دادم. افغانستان کشوری است که در آنجا نظارت بر فساد غیر ممکن است. در همین حال ریاست جمهوری می گوید که گفته های گالبرت هیچ گونه اعتبار ندارد. بعد از اینکه گالبرت از افغانستان رانده شد و از وظیفه خود برکنار شده، هر گونه اظهارات از عقده‌مندانه است فاقد اعتبار می باشد. مشکلات امنی، فقر و بیکاری، مواد مخدر و فساد اداری از عمده‌ترین مشکلات هستند که نه تنها در 5 سال گذشته حل نشدند بل در برخی موارد بیشتر بودند. وزیرانی که در 5 سال گذشته به گفته مردم نتوانستند با چالش های کنونی کشور مبارزه جدی کنند، در دوره دیگر چگونه عمل خواهند کرد؟ آیا نمایندگان ولسی جرگه در هنگام دادن رای به این وزیران مشکلات کشور و مردم را مد نظر خواهند گرفت؟ سوال است که در چند روز دیگر روشن خواهد شد.